دیگه توبه کردم از این زندگی کثیف کنسولی. دیگه توبه کردم که اصلا کنسول بخرم. همین هم که دارین میبینین میخوام که بذارمشون تی دیوار سنگاپور دونه دونشون رو بفروشم، شرشون راحت بشم. اگه میخوای بدونی که چه باید حتما تا آخر این ویدیو رو ببینی. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمونم خوش اومدید. اینکه چنل ما در مورد کنسول هست دلیل نمیشه که بدیاشون رو نگیم. اول از همه بگم که اینترو این ویدیو تا حدودی شوخی بود و من قرار نیست که آتیش بزنم به مالم، ولی بیاین رو راست باشیم آقا جان و اجازه ندیم گیمه رودنمون جلی منطقمون رو بگیره. کنسولا با اینکه همه دوستشون داریم و باشون بازی میکنین یه سری ایرادات دارن که واقعا ساده ازشون نمیشه گذشت و توی این ویدیو قراره دقیقا در مورد همین موضوع صحبت کنیم و توی کامنت ها هم فنای تعصبی پلی‌استیشن و ایکس باکس رو پیدا کنیم. بله، از بزرگترین ایراد کنسولا میخوایم شروع کنیم. برای مایی که توی ایران زندگی میکنیم اقتصادی بودن یه وسیله از هر چیز دیگه این مهمتره. شما الان قیمت کنسولا رو ببینید، کنسولای نسل جدید مثل PS5 و نمیدونم ایکس باکس سری X حداقل 30 میلیون تومنه و یه آدم با حقوق میانگین 10 میلیون تومن باید 3 ماه لب به قضا نزنه آقا بیرون نره تا اون موقع تازه بتونه کنسولی که دوست داره رو بخره. حالا وسایل دیگه مثل تلویزیون و دسته های اضافی دیگه بماند. شاید بگین خب PC هم قیمتش هوا میره، نمیدونی تا کجا میره، ولی خوبی PC اینه که کار دیگه هم میتونیم باش انجام بدیم، مثل ارائه دادن توی دانشگاه یا فیلم نگاه کردن. حتی میتونین مهارت های ادیت و برنامه نویسی رو هم یاد بگیریم و کسب درآمد کنین، ولی کنسول که بگیرین فقط باید باش گیم بزنین. حالا هر کسی سلیقه و سرگرمی خاص خودشو داره و حاضره براش خرج کنه و این دلیلی نمیشه که ما بخوایم قضاوتشون کنیم. مشکل اصلی دقیقاً بعد از خرید کنسول شروع میشه. خرید بازی. قیمت بازی یک کنسولا به شدت عجیب غریبه. مثلا اگه یه گیمی رو بخواین روز عرضه بدون هیچ تخفیفی و به صورت قانونی بخرین، باید نزدیک 3 خورده پول بدین که خب کمر هر فردی رو میشونه آقا جان. حالا یه عدتون شاید حرف از سرورهایی مثل گیم پاس یا پلی‌استیشن پلاس بزنید که با قیمت کمتر میتونید به بازی دسترسی داشته باشید، ولی خب بازی کرایه‌ای حقیقتش یک کم تو ذوق میزنه. همه اینا در صورتیه که PC پلیرها گنده ترین مزیتشون رو نشون میدن، بازی های مفتی کرکی. خونم منو ببره و چنلمو تخته نکرده دیگه در موردش صحبت نمی‌کنم. بریم بعدی. بازی‌های انحصاری، چیزی که هر کنسول پلیری سنگشو به سینه میزنه. خب بذارین همین جا به پاکی رو بریزم رو دست طرفدارهای متعصب. ایکس باکس بازها که اصلاً حق حرف زدن ندارن چون همه گیمای انحصاریشون برای PC میاد. گیمای نینتندو هم که خب راحت با سیمولیتور روی PC اجرا میشه. در آخر هم بازی‌های پلی‌استیشن میمونن که اونا هم مدام خبر پورت شدنشون رو میشنویم. الان از انحصاری‌های نسل 8 سونی فقط بلادبورن و لست دو پورت نشده. دیگه گاداوار که دیگه گنده انحصاریا بود رو آوردن روی PC. بقیه‌شون هم که تا سال بعد حتما پورت میشن. دیگه حداقلش اینه که واسه آنلاین بازی کردن نباید پلی‌استیشن پلاس بخری. حالا یه چیزی برای PC پلیرا بگم که کنسول پلیرا عمرن تو خوابشون ببینن. یورش بردن به کریتوس در شهرهای لس آنجلس. اسکایریم با گرافیک نسل نهمی. رستاخیز مورد سرخپوست 2 با حمله حیوانات. تبدیل شدن وای سیتی به تهران. آقا ماد چیزیه که همه اینا رو ممکن میکنه. چیزی که فقط روی PC انجام میشه و کنسول ها متاسفانه به خاطر دلایل امنیتی همچین قابلیتی ندارن. شاید مادها در ابتدا بی کیفیت به نظر برسن، ولی واسه تنوع
خوبن خدایی. حتی جدا از فان بودن مادها، یه قابلیتی که خیلی از گیمرهای ایرانی بهشون نیاز دارن زیرنویسای فارسیه. شاید خیلیاتون ندونید که به خاطر تحریم بودن کشورمون اکثرا 99% بازی‌ها اصلا از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌کنن. حالا اینجا یه عده گروه مترجم و برنامه‌نویس خوش‌ذوق ایرانی اومدن و واسه بازی‌ها زیرنویس فارسی می‌سازن که اکثرا واسه PC و کنسول‌های نسل 8 منتشر میشن و شوربختانه خبری واسه یه کنسول نسل نهمی نیست. کاش فقط مشکل همینا بود. مشکلای دیگر رو کجای دلم بذارم؟ بیزی پلیرها علاوه بر این که میتونن بازیاشون رو تغییر بدن، حتی قطعات PCشون رو میتونن به میل خودشون انتخاب و اسمبل کنن. ولی کنسول پلیرهایی مثل من چی؟ بعد از فضای کم هارد کنسولا خون گریه کنیم تا وقتی که کنسول میان نسلی بیاد با یه قیمت فضایی بریم بخریمش که فقط 100-200 گیگ بیشتر حافظه داره. آخه لعنتی ها، حتی لپتاپم قابلیت ارتقای هارد داره. جدا از اون مشکل سخت افزاری دیگه هم هست، مثل صدای فن بلندشون که با جت جنگی برابری میکنه. آقا جان گرفت کشیدن آنالوگ دسته های PS5 یا باتری خور بودن دسته های Xbox به شدت آدم رو اذیت میکنه. در مورد اینکه بعضی از پلی 5 ها هم زمان لانچ خراب در میومدن هم که دیگه چیزی نگم بهتره. مشکل بعدی عملا چیزیه که فقط پولتون رو از دست میدین و فقط هرستون رو در میاره. اگه گفتین چیه؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. آقا کنسول بازی ها حداقل قابل استفادن آدمو سرگرم میکنن، ولی فیچرهای به درد نخور چی؟ باورتون میشه من اصلا از تاچ پد دسته PS4 هم استفاده نکردم؟ دوربین کینکت Xbox چه به درد من میخوره وقتی یه بازی درست حسابی نداره؟ هکتیک فیدبک و آداپتیو تریگرهایی که اصلا حین بازی حس نمیشن، همه اینا یه سری فیچرهایی هن که حاضرم قسم بخورم که هیچکی ازشون استفاده نمی کنه و عملا پول زور میدیم آقا جون بابتش. خدا بگم چیکار کنه این کمپانیا رو. یه سری فیچرهای بیمصرف هم به محصولاتشون اضافه میکنن که به درد هیچ کس نمیخوره و فقط باهاشون جیب گیمر جماعت رو خالی میکنن. نمونهش همین دسته های پلی‌استیشن 5 که 1,000,000 تومان نسبت به دوال شاک 4 گرونتره. خب دوستان اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسین و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. این شما و این ویدیو یلو رفته از فون بوی های فشاری بعد دیدن ویدیو.